پرسیدن که آیا تقلید از علمای کشورهای دیگر جایز است یا هر کسی باید از علمای کشور خودش تقلید کند؟ بله جایزه، به شرطی که انسان دسترسی به آرا و نظرات اون مرجع داشته باشه، مرجع مجتهد با اون شرایطی که در روایات اومده، از هر کشوری که باشد، مردم از هر کشور دیگه که باشن میتونن فللعوام ان یقلدوه، به او رجوع کنن و تقلید کنن. منتها خب لازمه تقلید اینه که البته امروز شاید کمتر به این مسئله توجه بشه، اما مقلد و مقلد به هر حال باید یک ارتباطی بینشون باشه. صرف این که اسمن من بگم آقای فلانی مرجع منه، یه رسالم ازش بگیرم و تمام شد دیگه، من نه ایشون میبینم نه دفترش، و نهایت خیلی سوال برام پیش بیاد از یک روحانی بپرسم و اینا، نه، باید ارتباط باشه. لذا خیلی از بزرگان حوزه های علمیه در بلاد مختلف، در ایران، در قم، مشهد، در عراق، کربلا، نجف، در سوریه، در لبنان، که توصیه می کنند و حضرت آیت الله عظما شیرازی رو اعلم می دونند و توصیه شون برای این که دیگران تقلید کنن، یکی از اون دلائلشون اینه که حضرت آیت الله عظما شیرازی الان شاید که نه تحقیقاً تنها مرجعی است که هر کسی در هر زمان که اراده کنه میتونه خودش بره مستقیم کنار آقا بشینه صحبت کنه، ارتباط هست، خود آقا راه رو باز گذاشتن، روزانه یک وقتی رو اختصاص دادن برای عموم، هر کی میخواد باشه، منتقد، طرفدار، مقلد، هر کی میره اونجا، این ارتباط هست. بعد دفاتر مختلفی که در شهر کشورهای مختلف، در بعضی کشورها گاهی در چندین شهر این مرجع عالی قد دفتر دارن، مؤسسات مختلف، حسینیه ها در جای جای کره زمین، از اروپا، کانادا، انگلیس، در غرب و شرق مؤسسات مختلف، و ده ها شبکه ماهواره‌ای به زبانهای مختلف روز دنیا که تا الان 5 زبان که من یقین دارم، حالا اگه بیشتر باشه من نمیدونم، بله، دارن دائما ارائه میدن آقا و نظرات ایشون رو، و پل ارتباطی هست، یکی همین برنامه که الان ما داریم، بله، و برنامه های دیگه. پس این خیلی مهمه که ما بتونیم از یک راه لااقل یا از راه های مختلف در سر تا سر کره زمین، آقا وکلای مختلف دارن، دفاتر مختلف دارن، مؤسسات مختلف دارن، شبکات مختلف دارن، و این خیلی مهمه که انسان باید مرجع رو طوری انتخاب کنه که دسترسی بهش داشته باشه، به وکلای اون بزرگوار، به خود اون بزرگوار، که همونطور که عرض شد اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام بروز بودن، امام زمان ما علیه السلام بروز هستند، اصحاب امام زمان علیه السلام بروزند و با امکانات روز جلو میان. این مرجع عالی قد با امکانات روز الان تمام از شبکه ماهواره‌ای گرفته تا جمیع شبکات اجتماعی، با تمام و کمال وکلای ایشون، نمایندگان ایشون، دوستداران ایشون، مقلدان ایشون دارن با امکانات روز به دین مقدس اسلام خدمت میکنن و اطلاع رسانی میکنن به تمام جهان آرا و نظرات و عقاید و اندیشه های این بزرگ مرجع جهان تشیع.